پارک ایران در مارون الرأس جنوب لبنان. سامان و امکانات این پارک در لبنان بی نظیر است. درست بر لب مرز اسرائیل قرار دارد و از جمله امکانات تفریحی این پارک تماشای اسرائیل از نزدیک است. حتی رفت و آمدهای ارتش اسرائیل را هم از اینجا می توان دید. این پارک را 2.5 سال پیش محمود احمدی نژاد افتتاح کرد، تنها رئیس جمهور ایران که تصویرش در این پارک نقش بسته. این پارک اما کوچکترین رد پای ایران در بازسازی لبنان جنگ زده است. اینجا زاهیه حومه شیعه نشین جنوب بیروت است. کمتر از 7 سال پیش زاهیه در چنین حال و روزی بود، اما اکنون نه در زاهیه و نه هیچ کجای دیگر لبنان ویرانه ای از جنگ 7 سال پیش نمانده. حاصل تلاش ایران. جنگ های زیادی تو لبنان از سر ما گذشت و کسی هم از ما حمایت نکرد. دولت ما برامون هیچ کاری نکرد. این همه مردم بی خانمان و آواره کشورهای دیگه شدن، اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره. چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد. ایران کوشیده فعالیت خود را به مناطق شیعه نشین محدود نکند. اینجا تنورین است، در کوهستان‌های شمال لبنان، با گواراترین آب در سراسر کشور. این منطقه 100% مسیحی نشین است. ایران می‌خواهد اینجا سد بسازد، اما سیاستمداران مسیحی مخالف ایران اهالی محل را علیه این اقدام برانگیخته‌اند. لازم اول شی اول باید بهتون بگم که ما ضد ایرانی نیستیم. برعکس، بیشترین احترام را به ایران به عنوان یک امپراتوری و تمدن میذاریم که تأثیر زیادی بر تمدن و فرهنگ و زبان عربی ما گذاشته. مشکل ما با کشور ایران نیست، بلکه با اونهایی که در ایران سعی میکنن در لبنان دخالت کنن و کل کشور رو تو دستشون بگیرن. ما فکر میکنیم که در آینده چنین خواهد شد. ایرانی ها خیلی خوش اومدن، ما ضد ایرانی ها نیستیم، اما ما ضد اونهاییم که میخوان بیان بافت جمعیتی اینجا رو به هم بریزن. مردم اینجا همه یک دست هستن، ولی اونا میخوان بیان ما رو مستعمره کنن و اینجا رو بخرن و توش ساکن بشن و تعدادشون زیاد بشه تا اینکه 10 سال دیگه بشن اکثریت اینجا، به خصوص که پشت این منطقه بلبک و دره بقا هستش که میدونیم مردمش چه کسانی هستن. ما میخوایم هویت منطقه خودمونو که کوهستان مارونی هاست حفظ کنیم. ایران میخواد این کوههای استراتژیک رو تو دستش بگیره تا به دریای مدیترانه مسلط بشه. دریا هم از اینجا فقط 20 کیلومتره. بیان سلاح هاشونو که هزاران کیلومتر برد داره بذارن اینجا. اسلحتون بطال الاف کیلومترات. اما بیشترین نمود حضور ایران در لبنان حزب الله است، جریانی شیعی که پشتیبانی ایران از آن نیروی نظامی ساخت که در ایستادگی در برابر اسرائیل از همه ارتش‌های عربی موفق‌تر عمل کرد. یعنی هذا نحن مبخره لنا ان نقوم بكل ما. این مایه افتخار ماست که با همه اون چیزی که از دستمون برمیاد در خدمت مردم، ارتش، دولت و مقاومت لبنان باشیم، برای رویارویی با ستمگران و اشغالگران. میدونید که در تمام برگه‌های رسمی سفارتخانه‌های ایران نوشته به امید پیروزی مظلومان و مستضعفان بر مستکبران. مظلومین و مستضعفین علا المستکبرین. در عمر جمهوری اسلامی تغییر دولت‌ها و فراز و فرود جناح‌ها در ایران هیچگاه در سیاست پشتیبانی از شیعیان لبنان و کیفیت آن تغییری پدید نیاورده، و این یعنی سکان سیاست ایران در لبنان در دستهایی فراتر از آنی است که نامش از صندوقهای انتخاباتی بیرون می آید. مهرداد فرهمند، بیروت.